تشکر میکنیم از قهوه محمود اگر شما خسته هستین مانده هستین زله هستین و به طرف کار میرین میخواین که تمام روز کارتان به خوبی سپری شوه پس توسعه میکنم تا یک گلاس قهوه محمود نشان بکنین تشکر میکنیم از اینکه برنامه ما را سپورت کردن و حمایت مالی میکنن در این قسمت برنامه قسمت که پیشتر هم را شما صحبت کردم جناب مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نایک همراه ماست نمایت کنده رسانه آزاد در افغانستان و بیشتر در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان می‌خوایم بدانیم که در سال 2019 چیگونه سال بود به خبرنگاران افغانستان و چه کارهایی را کسایی که مدافع خبرنگاران در افغانستان بودن انجام دادن جناب خلوتگر خیلی خوش آمدین صبح شما و سلام بر شما و صبح شما هم بخیر تشکر بخیر باشید خلوتگر صاحب میخوایم در آغاز یک بپردازیم روی اینکه وضعیت خبرنگاران در سال 2019 چگونه بوده آیا واقعا از 2018 کرده وضعیت خوبتر شده بود یا متاسفانه بدتر به نام خداوند بخشنده مهربان اول خو ما به روح پرفتوه شهدای آزادی بیان درود میفرستم بعد امیدوار هستم که ما پس از این شاهد کشته شدن دوستان ما در, آزاد... در, در رسانه ها و در ساحه آزادی بیان نباشیم سال 2019 میشه از چند جهت بررسی شود سال 2019 از نظر تعداد خشونت علی روزنامه نگاران سال بد نبود یعنی سا... یا به بای... دیگر نسبت به سال 2008 میلادی سال بهتر بود ما در سال 2008 میلادی شاهد کشته شدن 20 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بودیم که البته در سال روان که ما تقریبا در آخرین روزایش هستیم این عدد به ده مورد تقلیل پیدا کرده در سال 2018 ما شاهد 200 مورد خشونت علی روزنامه بودیم تقریبا که در حال حاضر ای به عدد 115 مورد تقلیل پیدا کرده اما این به این معنا نیست که همه چی گل و گلزار است متاسفانه وقتی ما میگیم که ده امکار ما کشته شده در این سال این خودش میتونه یک فاجعه باشه از این نظر سال خونین برای خبرنگار است ولی نسبت به سال گذشته سال بهتری بوده از نظر کارایی ما فکر میکنم وقتی در سال 2018 خبرنگار های ما انتخابات را پوشش دادن به عنوان مثال و بعد در سال 2019 انتخابات ریاست جمهوری را پوشش دادن کارایی خبرنگاران نسبت به سال 2018 در 2019 بهتر بود مسلکی تر عمل کردن بیترفانه عمل کردن موارد را خوب پوشش دادن ارچند مشکلات امنیتی بود ولی به هر حال بهتر عمل کردن یعنی از دید برونداد کار رسانه ما شاهد پیشرفت خبرنگارا بودیم کارهای مثبت دیگه هم شد مثلا تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات تصویب مقرره تقاوت موارد همچنینی ایجاد تعدادی از کمیته های مشترک که در سال 2017 و 2018 ایجاد نشده بود در 2019 ایجاد شد پروسه یا فرایند بررسی قضای خوشنط علی خبرنگاران کماکان ادامه داشت از جمله تعداد قتل هایی که صورت گرفته بود گفته میشه که بر پنج موردش رسیدگی بسیار جدی صورت گرفته کسایی که عاملین قتل بوده بازداشت شده او رقمی که دا میکنه سارنوالی از این موارد مسئله خوب بوده ولی میخوایم تا... تاکید بکنم که هنوز که هنوز از افغانستان جای خطرناکی بر خبرنگارا و بر آزادی بیان است جناب خلوتگر صاحب شما از 115 مورد خشونت علی خبرنگاران صحبت کردید بیشتر خشونت ها چگونه خشونت بوده و کیها بالای خبرنگاران خشونت انجام دادن؟ عرض کردم ده مورد قتل بود امه. 20 مورد جراحت خبرنگاران بود یا زخمی شدن خبرنگاران 51 مورد تهدید و تخویف بود حدود 10 مورد ضرب و شتم بود در مجموع از به این شکل میشه اینا رو کرد 6 مورد اختطاف بود <تصفح> ببخشید 8 مورد 10 مورد بازداشت موقت بود این موارد بود که خشونت ها را میشه طبقه بندی کرد و معاملین این خشونت ها بر خشونت عامل متفاوت بوده مثلا قتل خبرنگاران یا طالبان بودن یا گروه مسلح مخالف در کنار طالبان یا کسایی که بر از اونا به عنوان افراد مسلح نامعلوم یاد میکنن بر جراحت طالبان خبرنگار هم همچنان طالبان و گروه های مسلح و اینا اما وقتی ما از بازداشت موقت صحبت میکنیم حکومت افغانستان بوده و به خصوص امنیت ملی وقتی از اختطاف و بازداشت های غیر حکومتی صحبت میکنیم طالبان بودن تا پشتی بازداشت ها تخویف و تهدید غالبا یا حکومت بوده یا طالبان یا افراد دیگه در مورد ای که مثلا خبرنگاران دو چهار ضرب و شتم شدن غالبا نیروهای امنیتی بوده پس از نظر طبقه در نخست طالبان قرار دارن پس از او حکومت متاسفانه افغانستان و پس از او افراد نامعلوم میایم سر کتگوری دوم یا بحث دوم که حکومت افغانستان بیشترین وقت شما انتقاد کردید که بالای خبرنگاران خشونت انجام داده چی کرده در یک دستاورد بزرگ که در سال 2019 شما داشته نه ایمایت کنده رسانه ازاد افغانستان داشته الب... البته ب... وقتی از دستاوردها صحبت میکنیم قاعدتا به معنای کار نیست برد. کار آدم به صورت روزمره انجام میته و این زندگی معمولی هر فرد و هر سازمان میتانه باشه برد. اما دستاوردها حداقل نه در کنار دیگر نهادها همون رقمی که پیشتر عرض کردم باعث شد که حکومت قضایه خشونت علای خبرنگار را ادامه بده و تصریب بکنه یعنی بررسی قضایه را حکومت ادعا میکنه که از ده مورد قتل در سال 2019 پنج موردش بررسی کرده و در سارنوالیس دو موردش مربوط به طالباست که نمیتونه بررسی بکنه یک موردش مرتبط است به کسی که وقت خبرنگار به قتل رسانده خودش هم کشته شده و می رقم یعنی ای را اگر مقایسه کنیم به سالهای دیگه این می یک جریان مثبت سری و تند در را نشان بده این کار نهادهای مثل نی و همچنان در کنار از اونا نی است چیز دیگه که ما انجام دادیم نه تنها ما تنها نه نمیگم ما به عنوان یک گروه به عنوان یک یک موج مقرره تقاود بود ما چیز به نام تقاوت بر خبرنگار نداشتیم شما امروز خبرنگار بودین فردا انگار نه انگار دادن دروازه هم شما را نمیمانده مقرره تقاوت باعث میشه که شما یک مقدار پول مستمری وقتی که بیکار هستین یا از نظر سنی به سن رستین که دیگه کار نکنین برتان داده شود این به نظر ما یک دستور بسیار کلان دیگه است اه موارد دیگه اه چون اه مثلا از طرف خود نه اگه بگویم آموزش صدها خبرنگار در موارد مختلف فراغت حدود 50 تن از خبرنگارا از مقطع کاردانی یا مو دیپلم دو ساله اینا بوده که من فکر می کنم کارهای خوبی بوده اما یاد ما باشه این کارا کافی نیست بله جناب خلوتگرد صاحب میخوایم بدانم شما نمیدانم در هفته گذشته بوده یکی از روزها تعداد از بهترین های رسانه ها را تقدیر کردید به صفت بهترین تهیه کننده، بهترین کارگردان، بهترین تصویر بردار، بهترین خبرنگار و نمیدانم با کدام میار شما انتخاب کردید میارا را با دوستا اگر با یک دقیقه وقت داریم شریک بسازید اولی که ما یک فراخان میتیم بر رسانه ها بر مدیرای رسانه ها بر خود خبرنگاران اونا گزارش های خود را کارکردهای خود را بر ما میفرستن بعد ما یک هیئت بی‌طرف را که هیچ کدامش مربوط به سازمان نی نباشه و هر کدامش پیش کسوت چی خبرنگاری چی تهیه کنندگی چی مثلا نویسندگی چی مثلا اراعه یا اصطلاحاً پریزنتیشن اینا باشه اونا تعیین میکنیم بعد یایت میایه و میارای مسلکی خودشان را خودشان تعیین میکنن تعریف میکنن خود یایت امو گروه امضا میکنه که اینی ما میارای ماست بعد به اساس از او ارزیابی و سنجش خود را انجام میده تشکر جناب خلوتگر از اینکه در برنامه ما تشریف آوردین صحبت خیلی خوب داشتین تشکر از اینکه فرصت انشالله روز را شاید باشیم که بحث موارد خشونت زیر سفر بیایه و اصلا بالای هیچ خبرنگار در هیچ نقطه از افغانستان خشونت صورت نگیره آرزوی ما هم و انشالله روز را شاید باشیم که شما یکی از برنده های ما باشین در جوایز ما بخیر ان شاء الله دور ان که یکی از کاندیداها باشین تشکر از شماهایی که همراه ما بودید تا برنامه سلام زندگی را تعقیب کردید اگر میخواهید به فامیل های شهدای نیروهای امنیتی کمک بکنید پس یگانه پل ارتباط بین شما و اونا 4424 است 4424 را دایر بکنید بعد تکمه یک فشار بدید 15 افغانی حساب شما به حساب از اونا انتقال میکنه و میتونین که کار خیر انجام بدین وظیفه ایمانی وجدانی و انسانی تان در قبال نیرای امنیتی تان ادا بکنین و تشکر از اینکه امروز هم ما را تعقیب کردین تا برنامه فردا که بازم حضور شما میاییم و با شما می باشیم هم شما را به پاک و بینیاز مسپاریم شاد موفق خورم باشین بدرود